سلام فرشته های من، امیدوارم هر جای این دنیای بزرگ که هستین حالتون خوب باشه. اگه من رو نمیشناسی، من سارا هستم و در کانالم سارا بیوتی تیوی در مورد مراقبت های پوست و مو صحبت میکنم. من یک خانم خیلی مؤدب با شخصیت و فکر کنم استاد دانشگاه هم هستن در فرانسه و در مورد روزمرگی های زندگیشون ویدیو درست میکنم و میذارن. یک موضوعی برای من خیلی جالب بود که ایشون در مورد این صحبت کردن. من تصویرشون رو نمیذارم، فقط صداشون رو میذارم. اول حرفایشون رو گوش کنیم و بعد در ادامه در مورد این مسئله با شما صحبت خواهم کرد. این روغنی که من 10 سال استفاده میکنم از برند کریستیان دیار و SPFش 15. پیشنهاد نمیکنم که شما SPF خیلی ضعیف استفاده بکنید، برای اینکه من زیاد زیر آفتاب نمیرم و توی فرانسه خیلی برنزه شدن چیز خیلی شیکی نیست. قبلا وقتی که خب خیلی جوان تر بودم توی ایران خیلی خودم رو برنزه میکردم، ولی الان واقعا سعی میکنم که زیر آفتاب نرم و برای همین از این روغن ضد آفتاب استفاده میکنم که امسال پکیجینگش رو سفید کردن. سالهای گذشته طلایی بود، حالت آفتابی بود، ولی خب سفیدم خیلی خوشگل و لوکسه. درش رو رنگ طلایی روز نگه داشتن یه خورده. چیزی که من خیلی خوشم میاد از این روغن SPF 15 کریستیان دیار، بوش که معرکه هست مثل وانیلی میمونه. بعد جنس این روغنه که وقتی که میزنی نمیدونم معلومه یا نه، حالت رنگ کوچولو زرد طلایی و برنزه میکنه کوچولو آدم رو و بسیار لطیفه. روغنی نیست که بچسبه، روغنی که زود جذب میشه. من برای بدنم استفاده میکنم، برای صورتم از روغن استفاده نمیکنم کنار دریا یا کنار استخر. بی نهایت جذاب، لطیف، برق میزنه، برق اکلیل نداره ها. وقتی که میگم برق میزنه، اون جنس روغنیه که بسیار خوبه. من دوست دارم، ولی شما سعی کنید که 50ش استفاده کنید، SPF 50، برای اینکه از پوستتون مواظبت کنید. این خانم از روغنی که به شکل اسپری هست از برند دیور استفاده میکنن با SPF 50 صحبتاشون چند تا نکته داشت. اینکه الان دیگه برنز شدن مد نیست. حالا چه برنز شدن مد باشه چه مد نباشه، با زدن ضد آفتاب زیاد ارتباطی نداره. یعنی شما با خیال راحت از ضد آفتابتون استفاده میکنین و میرین در آفتاب قرار میگیرین و پوستتون رو برنز میکنین و این به این معنی نیست که چون برنز الان مد نیست پس ما هم ضد آفتاب نزنیم بزنیم. اصلا اینا هیچ کدوم به همدیگه ارتباطی نداره. و در ادامه میگن که من زیاد در معرض نور آفتاب قرار نمیگیرم و وقتی که بیرون هستم همیشه در سایه میستم. آره، شما در سایه وای میستین و در مقابل اشعه UVB پوستتون محافظت میشه، اما UVB فقط حالت سوختگی رو ایجاد میکنه، یعنی پوست رو میسوزونه و تمام مشکلات ما از UVA هست. دوستان، UVA امواجی هست که در همه جا در حال حرکت هست. حتی وقتی که شما در خونه هستین از شیشه پنجره عبور میکنه و در تمام سطح خونه وجود داره و تمام مشکلات پیری پوست ما با UVA هست. UVA مستقیم بر پوست تأثیر میذاره و باعث تخریب کلاژن میشه. تخریب کلاژن برابر است با پیری، چین و چروک و شلی پوست. خب این خانم روی صورتشون وقتی فیلم میگیرن، چون تو اینستاگرام هست، کلن اینستاگرام کیفیت ویدیوهای خورده پایین تر هست و ما نمیتونیم مشکلات پوست ایشون رو درست ببینیم، ولی به عنوان شخصی که در محیط فضای مجازی دارن در مورد یک برند یک محصول صحبت میکنن و خودش میدونه که برای محافظت بهترین انتخاب با SPF 50 هست و میگه که شما 50 استفاده میکنین، ولی وقتی در مورد اون روغن صحبت میکنه بقیه هم تشویق میشن که استفاده کنن. خب این که یک برند لوکس هست و بوی خیلی خوبی داره. نکته بعدی که اهمیت داره اینه که وقتی شما به شکل مداوم از کرم های بدن با خوشبو کننده های بسیار زیاد با عطر در محصول استفاده میکنین، این به مرور پوست شما حساسیت میده. یعنی شما وقتی که وارد دهه 40 و 50 میشین کم کم پوست قرمز میشه بدون دلیل، لک ها روی دست ها ایجاد میشه. درسته که اتون اوایل خوشگل و شیکه، دستتون طلایی و براقه، ولی به مرور پوست چروک میشه، پر از خط، خطوط و
خالهای قهوه‌ای میشه و دیگه جلوه و زیباییش رو از دست میده. پس اگر حتی اگر در جوانی هستین و مثلا تو دهه 20 و 30 هستین، لطفاً دنبال این محصولات ندین، چون اینها فقط یک سری محصولات لوکس هستن که برای زیبایی استفاده میشه و باید حتما در زیرش از یک محافظت فوق‌العاده عالی استفاده کنین، حتی برای پوست بدنتون. اینو چرا دارم میگم؟ وقتی که شما از یک SPF 15 استفاده میکنین در تابستون و وقتی که سوختگی ایجاد میشه، وقتی این سوختگی ها تکرار بشه با پا به سن گذاشتن، شما جز کسانی میشین که مستعد سرطان های پوست خواهیم بود. شاید در جوانی لک ها رو نبینین، پیری رو نبینین، چروک رو نبینین، اما جز افرادی میشین که خیلی درصد سرطان پوست در این افراد بالاست و به خاطر این هست که من این همه توی کانالم در مورد این مسئله صحبت میکنم و روش تأکید میکنم که چقدر این مسئله اهمیت داره. ایشون استاد دانشگاه هستن و البته رشتهشون هیچ ارتباطی به علوم پزشکی نداره، ولی فرد با سوادی هستند و لااقل میتونن گوگل فرانسوی رو بخونن و اطلاعاتشون رو زیاد کنن برای جلوگیری از مشکلاتی که در پیری ممکنه پیش بیاد. دوستان گلم، این هم از ویدئوی امروز. امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. سارا خیلی دوستتون داره و تا ویدئوی بعدی خدا نگهدار.